مجله معتبر لنست بریتانیا به تازگی تحقیق منتشر کرده که نشون میده تجویز برخی داروهای شناخته شده و رایج پوکی استخوان مرگ و میر ناشی از سرطان پستان را کاهش میدهد. سرطان پستان شایع‌ترین سرطان مهاجم در زنان است و از هر 9 زن یک نفر در طول عمرش به این بیماری مبتلا میشود. همکارم شیر رضایی در استودیو با ما. شیر، بیشتر از این دارو بگو و اینکه چقدر میتونه میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پستان را کاهش بده. این دارو از رده داروهای هورمونی جزو دسته بیسفوسفونات هاست که به طور معمول با تا جایی که شناخته شده بوده مانع از تحلیل توده استخوانی می شده، برای همین هم در درمان پوکی استخوان استفاده می شده. خیلی از خانم ها در سنین میانسالی استفادهش کردن و می شناسنش آلندرونیت یا فزومکس، چیزی اسامیه که می شناسن ازش. اما این دارو مهار کننده فعالیت یک آنزیمه به نام آروماتاز که این آنزیم در بافت چربیه و در بافت چربی سایر هورمون ها را، عمدتا هورمون های جنسی رو، تبدیل میکنه به هورمون استروژن. و این هورمون استروژن وقتی که اگر در کسی سرطان پستان وجود داشته باشه، در بسیاری از موارد موجب میشه که رشد و گسترش سلول های سرطانی و تهاجمش به بافت های دوردست اتفاق بیفته. یه پرانتز اینجا نگار باز میکنم، وقتی ما حرف از سرطان پستان میزنیم و این همه تاکید و توصیه میکنیم که چربی نخورید، که اضافه وزنتون رو مواظب باشین، برای همینه این آنزیم در داخل بافت چربی وجود داره و اونجا فعال میشه. در حال حاضر در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و ایران این دارو به کسانی که سرطان پستان دارن تجویز میشه، ولی مسئله بیمه ها خیلی جا قبولشون نمیکنن. در ایران در دارو قیمت رسمیش 5,200,000 تومان، 7 میلیون تومان فروخته میشه، قیمت یک دوره درمان میشه 200 میلیون تومان. اگه دارو وسیع بشه استفاده و در دسترس قرار داشتنش، روی قیمتش تاثیر میذاره و در کشورهای دیگه خب بیمه ها پوششش میدن. مسئله اینه، حالا این دارو آیا روی همه انواع سرطان تاثیر داره؟ ببین، من تقریبا روی 70% موارد سرطان اثر میذاره. در انواعی از سرطان اثر میذاره که اصطلاحاً بهش میگن استروژن ریسپتور مثبت. در بعضی انواع سرطان، یعنی همین 70% که میگم، گیرنده هورمون استروژن روی سلول سرطانی وجود داره و چنانچه استروژن به سلول سرطانی برسه و به اون متصل بشه، موجب میشه که سلول رشد پیدا کنه، در درجه اول تعدادش زیاد بشه و گسترش پیدا کنه به بافت‌های دیگه، چیزی که به عنوان متاستاز، تهاجم میشناسیم و در واقع مرحله وخیم سرطان، همه سرطان ها از جمله سرطان پستان تهاجمشه. و به طور عمده به کسانی تجویز میشه که ابتدای دوره یائسگی ان و معمولا سرطان در اون موقع پیدا میشه و سرطانشون در مراحل اولی است. اگر در چنین وضعیتی تجویز بشه، میتونه 48%، بعضی جا گفتن 40%، بعضی جا گفتن 48% در طول یک دوره 10 ساله از مرگ و میر مبتلایان به سرطان پستان به نوع استروژن رسپتور مثبت جلوگیری کنه. تا حالا تاماکسیفن استفاده میشد، این دارو حداقل 18-20% بیش از تاماکسیفن احتمال داره که خطر مرگ رو در زنان مبتلا به سرطان پستان استروژن مثبت کم کنه.